آیا میدونستی افراد مختلف در سراسر دنیا فقط با یک موبایل و بدون هیچ تجهیزات دیگه‌ای دارن از طریق یوتیوب کسب درآمد میلیونی میکنن؟ شما هم میتونی فقط با یک موبایلت این مراحل رو انجام بدی و کسب درآمد خوبی از یوتیوب داشته باشی. در ویدیوی امروز میخوام قدم‌های مختلف رو برای رسیدن به درآمد میلیونی بررسی کنم. پس با من همراه باش. سلام، من میثم هستم. در ویدیوی امروز میخوام تو رو با قدم‌های مختلف یوتیوب برای رسیدن به موفقیت تو این پلتفرم جذاب آشنا کنم. پس با من همراه باش تا انتهای ویدیو. انتهای ویدیو هم یک خبر خیلی خوب میخوام بهت بگم برای تویی که هنوز کانال یوتیوب تو رو اندازی نکردی. پس با من همراه باش. اولین قدم و شاید مهمترین قدم شما برای داشتن یک چنل یوتیوب خوب انتخاب موضوع هستش. سوالی که باید از خودت بپرسی اینه که من راجع به چه چیزی میخوام ویدیو درست بکنم و داخل چنل یوتیوبم قرار بدم، یا اینکه من چه کانالی باید درست بکنم که بازدیدهای خوبی بگیره و من درآمد خوبی از یوتیوب داشته باشم. اینکه شما به چه موضوعی علاقه داری و اینکه عموم مردم داخل یوتیوب به چه چیزی علاقه دارند، دو تا موضوع مختلفی هستش. مثلا شما به آموزش آشپزی علاقه داری، باید بری داخل یوتیوب بگردی ببینی آیا موضوع آشپزی داخل یوتیوب جواب هست یا نه، یعنی بازدیدهای بالایی میگیره یا نه. البته که موضوع آشپزی یکی از بهترین موضوعهایی هست که تو میتونی کانالتو راه اندازی بکنی و هر ساله هم جز لیست اول موضوعهایی هستش که باعث میشه که ویوهای خیلی بالایی بگیره. پس نکته که وجود داره، اول تو باید بری ببینی که آیا این موضوع جواب میده، بازدیدهای خوبی داره یا نه، بعدش بیای موضوع خودت رو انتخاب کنی. نکته مهم بعدی تو انتخاب موضوع، بهتره که شما نیچ کار کنی. نیچ کار کردن یعنی چی؟ من در بحث افیلیت مارکتینگ راجع به نیچ مارکتینگ کامل توضیح دادم. اگر نمیدونی نیچ چی هستش، نیچ در واقع یک قسمت کوچیکی از مارکت و یا بازار رو به خودش اختصاص میده. مثلا تو بحث فروش من همیشه میگم اگر شما میخوای آنلاین شاپ لباس مردونه رو استارت بزنی، به جای که بیای تو کل آنلاین شاپت انواع اقسام لباس های مردونه رو بذاری، مثل کفش، مثل پیرن، مثل کاپشن و هر چیز دیگه که وجود داره، بهتره که بیای مثلا فقط روی پیرن مردونه کار کنی، خب، یا مثلا کفش مردونه کار کنی. برای یوتیوب داری مثلا دانستنی کار، مثلا میخوای دانستنی کار کنی، خب موضوعی که باید کار بکنی چی هستش؟ بیای فقط روی دانستنی تاریخی منو بدی، که البته دانستنی تاریخی معمولا موضوعی هستش که تو یوتیوب جواب میده. پس یک، انتخاب موضوع، اینکه آیا داخل یوتیوب جواب میده یا نه. اشتباهی که بعضی از بچه ها میکنن اینه که میرن تو اینستاگرام میگردن ببینن اصلا اونجا موضوعی هستش، بعد میان همونو تو یوتیوب استارت میزنن بدون اینکه تحقیقی داشته باشن. نه، موضوعی که در اینستاگرام ویوهای میلیونی میگیره دلیلی نداره توی یوتیوب هم بازدیدهای میلیونی به خودش اختصاص بده. کلا دو تا پلتفرم جدا هستن با الگوریتم‌های متفاوت. پس این اشتباه رو هیچ وقت شما تکرار نکنید و به صورت نیچ مارکتینگ هم حتما باید کار بکنید. نکته مهم بعدی، استفاده از ابزار رایگانی مثل گوگل ترندز و حتی هوش مصنوعی ChatGPT 4. اگر ChatGPT نداری و نسخه 4 نداری، من به توصیه میکنم حتما نسخه 4 تهیه کن. میگی گرونه، من یه جورو بهت معرفی میکنم، شما با مبلغ یه چیزی بوده 590 تومن یا 560 تومن میتونی تهیه بکنی، خیلی هم خوب، به صورت اشتراکی میتونی دریافت کنی. من لینکش رو در دیسکریپشن برات میذارم و اینم اصلا هیچ ربطی به مجموعه ما نداره و ربطی به خود من نداره. فکر نکنید این حالا مثلا شرکت من دارم ارائه میدم، نه، ولی بهتون معرفی میکنم برای اینکه بتونید ChatGPT 4 هم تهیه بکنید. میریم سراغ قدم بعدی. اما قدم دومی که شما باید انجام بدید، نصب و یا ستاپ چنل یوتیوبتون هست. کلا چنل یوتیوب چند تا قسمت داره. اولین قسمتش چنل آیکونتونه که میتونه عکس خودتون باشه یا عکس اون موضوعی که تا
دارید روش کار میکنید باشه. مثلا اگه دانستنیه شما باید یک عکس اونجا بذارید، که البته من در ویدیوهای آینده طریقه طراحی چنل آیکونم بهتون یاد میدم که چجوری چه یک چنل آیکون خیلی جذاب درست بکنید، چه با فتوشاپ چه با حالا پلتفرم ها و یا اپلیکیشن های موبایل به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید. قسمت بعدی چنل آرت. چنل آرت اون قسمت بالایی کانال های یوتیوب یا اون بنر بالایی کانال یوتیوب که مشخص میکنه که شما چه موضوعی رو دارید کار میکنید و خیلی مهمه، باعث میشه که شما سابسکرایب بگیرید اگه خیلی جذاب باشه، که اینم بهتون آموزش رو میدم. قسمت بعدی چنل کیورده که بسیار مهمه. زمانی که وارد ستینگ و چنل میشید یه قسمت پایین هست به نام چنل کیورد، اونجا باید کیوردهای اصلیتون رو بنویسید. مثلا وقتی که من مثلا راجب کسب درآمد دارم صحبت میکنم، مثلا کسب درآمد دلاری، کسب درآمد آنلاین، یا مثلا شما که دارید راجب کریپتوکارنسی کار میکنید، ارز دیجیتال، کریپتوکارنسی، ترید کردن، اخبار ارز دیجیتال، یا مثلا آشپزی آسان، آشپزی سری، بعد آخرش هم چند تا از رقبای قدر خودتون رو باید اونجا بنویسید. و قسمت بعدی چنل دیسکریپشن یا همون بایو کانالتونه که بسیار بسیار مهمه و کلا باید سئو شده اینا رو بنویسید. شما با هوش مصنوعی به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید، اصلا سخت نیست. با همین چت جی پی 4 شما میتونید تمام این قسمت ها رو بنویسید. چند تا روشه برای اینکه شما بتونید حالا چنل دیسکریپشن و چنل کیورداتون رو بنویسید، من بهتون حتما اینا رو یاد میدم و آموزش میدم که بهتون میگم که به چه صورت. اصلا هم در واقع سخت نیست که بخواید خیلی خیلی پیچیده‌اش بکنید. اما بعد از اینکه چنل یوتیوبتون رو ستاپ کردید و راه اندازی کردید، مرحله بعدی کانتنت کیوریشن یا محتوای ارزشمنده. شما باید محتوایی رو تولید بکنید و داخل چنل یوتیوبتون بذارید که مخاطبینتون رو محتوا رو دوست داشته باشن. و اینکه بعضیا میان از خودشون، یعنی در واقع برای خودشون تو اون موضوع ویدیو میذارن بدون اینکه تحقیق بکنن، شما باید تحقیق بکنید. شما وقتی وارد هر مارکتی میشید، مارکت فروش میشید، مارکت حالا هر مارکتی میشید، شما باید تحقیق بکنید. اینجا ما داریم میفروشیم، یعنی داریم محتوامون رو میفروشیم و مردم نگاه میکنن و از محتوای ما استفاده میکنن. پس محتوای شما باید یک محتوای عالی باشه. برای اینکه بررسی بکنید اصلا چه نوع محتوای شما میتونید بذارید و چه نوع محتوای خوبه، باید برید در قسمت سرچ. یکی از ساده ترین راهش اینه که برید در قسمت سرچ یوتیوب، مثلا دانستنی تاریخی، مثلا چی دانستنی تاریخی رو میرید نگاه کنید، ببینید راجب چه دانستنی هایی بیشتر مردم دنبالشن، مثلا دانستنی تاریخی چی. و راه دوم چیه؟ راه دوم وارد کانال رقبای بزرگتون بشین، یا اگر کانالتون کوچیک رقبای میانیتون بشید و برید ببینید مثلا تا یه هفته پیش، تا دو هفته پیش، دیگه ماکسیموم تا یه ماه پیش چه محتوای خوب بوده. ولی بهتر که خیلی نزدیک باشه، حالا مثلا هفته پیش، دو هفته پیش، ببینید کدوم در واقع ویدیوهاشون پربازدیدتر بوده. زمانی که این ویدیوها رو استخراج میکنید شما به رو همون محتوا ولی کاملترش باید بکنید محتواتون رو تا بتونید یک محتوا خوبی درست کنید. نکته مهم بعدی، ما کلا دو نوع محتوا داریم، یعنی شما باید داخل کانال یوتیوبتون دو نوع محتوا بذارید، محتوای همیشه سبز و دوم محتوای ترند شده. محتوای ترند رو که همتون میدونید اخبارهای روزه، مثلا وقتی که ترامپ بیاد چه تأثیری روی بیت کوین میذاره، چه تأثیری روی بازار کریپتوکارنسی میذاره، وقتی که مثلا کاملا هریس بیاد چه اتفاقی میفته، خب با انتخاب ترامپ چه اتفاقی افتاد. این میشه موضوع ترند شده. یعنی شما باید موضوع ترند شده رو یه جوری به ویدیوتون نصب کنید. کسایی که دارن ارز دیجیتال کار میکنن خیلی راحت میتونن روی موضوع ترند شده مانور بدن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا تحلیل فاندامنتال که روی اخبار زوم شده و با استفاده از اخبارهای جهان و حوادث جهان تحت تاثیر قرار میگیره بازارها و مارکت های ارز دیجیتال، میتونن به راحتی روی در واقع موضوع ترند سوار بشن و بازدید خوب بگیرن.
محتوای همیشه سبز، شما باید همیشه داخل کانالتون محتوای همیشه سبز داشته باشید. محتوایی که 3-4 سال بعدم همون موضوع جواب، یعنی منی که مثلا 4 سال بعد 3 سال بعد بیام کانال شما رو ببینم و اون ویدیو رو ببینم، اون برای من کارایی داره. پس این میشه محتوای همیشه سبز. اگر شما صرفا فقط موضوع ترند شده داخل کانالتون بذارید، بعد یه مدتی کانالتون میاد پایین. درسته یه توی تاریخ کانالتون رشد میکنه، درآمدتون رشد میکنه، ولی از یه تاریخی به بعد کانالتون افت میکنه. پس هم محتوای ترند شده بذارید، هم محتوای همیشه سبز بذارید که بتونید که کانالتون در واقع رشد بکنه. روشاش هم به شما گفتم، حالا بسا جزئی ترش رو در ویدیو آینده حتما با هم دیگه بررسی میکنیم. اما مرحله بعدی، مهمترین مرحله‌ای هستش که همه ماها دنبالشیم، افزایش مخاطب و بازدید برای کانال یوتیوبمون. یعنی ویدیومون بازدید خوبی بگیره، کانالمون سابسکرایب خوبی بگیره و کلا رشد بکنه. زمانی که کانال ما بازدیدش بالا میره، قاعدتا سابسکرایبش هم بالا میره و میتونه که کانالمون رشد بکنه و بعدش بده افزایش درآمد ما منجر بشه. اما چیکار باید بکنیم؟ اولین و مهمترین قدم اینه که ویدیوهاتون باید سئو شده باشه، باید بهینه باشه. شما باید از کلمات کلیدی بسیار بسیار مهم داخل یوتیوبتون، داخل ویدیو یوتیوبتون استفاده کنید. یعنی تایتل خوب بزنید، دیسکریپشن و در واقع توضیحات خوبی رو بنویسید و مرحله بعدی تگ‌های خیلی سئو شده‌ای رو بنویسید. روش این که شما بتونید حالا تایتل‌های بسیار جذابی بنویسید، اولین قدمش اینه که میتونید رقبای خودتون رو دنبال کنید تو اون موضوع، ببینید چه تایتل هایی زدن. استفاده از تایتل های دو قسمتی، دو بخشی مثلا برای چنل های حالا ویدیوهای فارسی زبان خیلی خوب جواب میده و استفاده از دیسکریپشن و توضیحاتی که رقباتون زدن الگو برداری میکنه. تگاتون هم به همین صورت میتونید الگو برداری کنید، ولی از چت جی پی تی 4 میتونید استفاده کنید که خیلی به نظر من خوبه و الان خوب داره جواب میده. و نکته بعدی اینه که برای افزایش حالا بازدید مخاطبانتون، مخاطبینتون رو شما باید درگیر کنید. یعنی مثلا یک سوالی طرح کنید که بیان مخاطبینتون تو کامنت ها کامنت بدن، لایک کنن، به اشتراک بذارن اون موضوعتون رو. اینم خیلی مهمه. نکته مهم بعدی اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی مختلفه. شما ببینید زمانی که دکمه اشتراک رو میزنید تو کانال یوتیوب کجاها رو پیشنهاد میده. البته اینستاگرام برای ایرانی ها، فیسبوک هست. اگر دارید یوتیوب انگلیسی کار میکنید، رو همون جاهایی به اشتراک بذارید که خود یوتیوب پیشنهاد داده. حتما این نکته رو توجه کنید. مثلا یوتیوب واتساپ پیشنهاد داده، فیسبوک رو پیشنهاد داده، حتما رو اونها مانور کنید تا در واقع بازدید هاتون، سابسکرایبرتون و به تبع اون درآمدتون از اون چنل افزایش پیدا کنه. اما بعد از اینکه محتوای ارزشمند رو تولید کردید و به شرایط درآمدزایی رسید، 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعت واچ تایم، کانال شما میتونه مانیتایز بشه. البته بررسی میشه توسط کارشناسان یوتیوب و کانال شما مانیتایز میشه. اصطلاحا میگن مانیتایز میشه، شما شرایط درآمدزایی رو دارید. نکته مهمی که وجود داره، خیلی ها این اشتباه رو میکنن، شما زمانی که مانیتایز میشید از یوتیوب، یادتون باشه اون بازدیدهایی توی اون بازدیدهایی که برای مانیتایز حساب شده دیگه بعدش حساب میشه، یعنی صفر میشه. از اونجا به بعد هر بازدیدی که بگیرید بابت اون ویدیوهاتون حساب میشه. اینم یه نکته بود که خواستم بگم، خیلی سوال میکردن. روش‌های مختلفی با استفاده از همکاری در فروش، افیلیت مارکتینگ، اسپانسرشیپ و روش‌های دیگه شما میتونید به درآمد برسید و درآمدتون رو افزایش بدید. نکته مهمی که وجود داره، یادتون باشه شما یک شبه نمیتونید از یوتیوب به درآمد برسید. استمرار در فعالیت و مستمر بودن، که شما باید مستمر ویدیو بذارید توی یک اسکیجول و یا یک زمانبندی که وجود داره، مثلا هفته دو تا یا سه تا باید ویدیو بذارید، اونم باید برید بررسی کنید ببینید که تو اون موضوع که دارید کار میکنید هفته دو تا ویدیو بذاریم یا سه تا ویدیو بتونم بذارم تا کانال من در واقع رشد بکنه. خیلی ها میان یوتیوب رو شروع میکنن، بعد از دو ماه سه ماه دیگه خسته میشن رها میکنن. و قسمت در واقع
دسته بعدی کیا هستن؟ دسته بعدی افرادی هستن که کانالشون مانیتایز میشه و دسته بعدی کیا هستن؟ دسته بعدی افرادی هستن که کانالشون میاد مانیتایز میشه و یک مدتی درآمدشون خیلی کمه، یعنی به اون 100 دلار نرسیده و بازم ناامید میشن میذارن کنار. شما بعد از اینکه کانالتون مانیتایز میشه تازه کارتون شروع میشه، شما تازه باید محتوا خیلی جذابتر و جذابتر تولید بکنید تا درآمدتون بیاد بالا تا بتونید خیلی خوب تو این پلتفرم موفق بشید. پس یادتون باشه اگر واقعا راه ننداختید کانال یوتیوبتون رو، ناامید نشید، میتونید از همین امروز این کار رو انجام بدید. اما خبر خوبی که قرار بود بهتون بدم برای کسایی که میخوان تازه کانال یوتیوبشون رو اندازی بکنم اینه که من میتونم کاملا به صورت خصوصی در کنارتون باشم، راهنماییتون بکنم، حتی در طراحی چنل آر، چنل آیکون کمکتون بکنم، در سئو کردن ویدیوتون، سئو کردن چنلتون کمکتون بکنم. در قدم اول تو کانال VIP که حالا من قبلا درست کرده بودم اونجا عضو میشید و کانالتون رو اندازی میکنید و بعدش دیگه با هم دیگه میریم جلو. حتی در انتخاب ویدیو هم من میتونم کمکتون بکنم. مثالش رو بخوام براتون بزنم، یک خانومی کار گویندگی رو انجام میدن که چند ماه پیش من باشون کار کردن، گفتن که میخوام کانال داستان رو استارت بزنم. یک کانال رو اندازی کردم به نام کانال داستان پری که داستان‌های فارسی هفته دو روز قرار میدن، دوشنبه و چهارشنبه، و همونطور که میبینید واچ تایمش رو اگه بخوام بررسی بکنم دارید میبینید که 3200 ساعت واچ تایم گرفته. البته یه سری مشکلات داره که داریم با هم دیگه بررسی میکنیم که سریعتر به 1000 تا سابسکرایب هم برسه. پس تویی که الان دوست داری کانال یوتیوبت رو اندازی بکنی، همین الان میتونی با پشتیبان ما در تماس باشی و من بهت کمک میکنم. ممکنه سوال بپرسی که مبلغی باید پرداخت کنم؟ بله، شما مبلغ پرداخت میکنی، ولی مبلغ نسبت به اون خدماتی که دریافت میکنی، پشتیبانی مستقیم از خود من و در کنار شما بودن یکی از مزیت‌هایی هستش که شما میتونید دریافت کنید. به صورت کاملا خصوصی من این کار رو انجام میدم تا اینکه کانالتون رو اندازی بکنی، دست را بیفته و بعدش دیگه توی ریل موفقیت حرکت بکنی. پس بدون که میشه، اصلا کار نشدنی و اصلا کار سختی نیست، فقط باید خودت بخوای. پس یادت باشه اگر میخوای کانال یوتیوبت رو اندازی بکنی حتما قبلش باید آموزش ببینی. آموزش دیدن یکی از مهمترین مواردی هستش که خیلی رعایت نمیکنن. حالا یا پیش من که حالا به صورت، حالا نمیگم به صورت پکیج یا دوره آموزشی، بیشتر شبیه به یک همراهی هستش که کنارت و کاملا کمکت میکنه و یک مزیتی هستش که میتونی ازش بهره مند باشی یا اینکه میتونی دورهای دیگر رو شرکت بکنی. ولی خب مزیتی که حالا من گذاشتم اینه که من همراهت هستم و کنارت هستم و خود من جواب میدم، یعنی دیگه هیچ پشتیبان یا اپراتور دیگه ای نیستش که بخواد پاسخ بده، خودم مستقیم روی کانالت هستم و کانالت رو نظارت میکنم، باگایی که هست رو با هم دیگه برطرف میکنم تا بتونی موفق بشی. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایکش بکن، کانال رو سابسکرایب کن و دوستاتم بشن.